سلام <تصفيق> <تصفيق> سلام به اپیزورو. همه دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه مللوغتی غلطه بلگشتیم با اپیزود چند؟ سی و شست فکر کنم نه یا شست و یک یا شسته چون هر روز قبلی اون ریلیس نکردیم <applause> میدونید که دو, دو تا بری بالا جورم براتون تون که بچه افتادن رو دور تولید محتوا و خدا روشا که همه بگو جوان راستتو بگو بگو جوان راستتو النامو داریم دست زبان فارسی و ما چیز کنیم یه دونه کتاب هست اه، مزخرفات فارسی اه. آره بعد توش اینا رو نوشته اونو دارم فکر میکنم اون چگونه بنویسی نیست ولی یه دونه هست که مثلا اشتباه هایی که آدم میگن نویسندش میدونی کیه؟ نه راستشو بخوام میتونم هفته دیگه بیارمش دوارم آقا این دوارم. چگونه به که من نخوندم یعنی تعریفش از شما شنیدم ولی جالبه چقدر نیازی که همه یه دور ردقل ازش بخونن یعنی مثلا ما... دو تا نکتم از تو این کتاب در بیارن آقا تو فقط همین زیر و کار تو درست انجام بدید 95 درصد کار رو زیر بذارم نه گذاشتن با دال آقا شما با دالزال بنویس تا شما اون کاری که با رزه رو هیچ کنون از ماها انجام نمیدی <تصفيق> نماز <تصفيق> شو 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 گزارش گزار گزار و اینا آره یه چون گفتی فقط ادا کردن و به جا آوردن آره با رزه بقیهش همیشه دالزاله آره تو کار ما خیلی مخصوصا گذاشتن و اینا خیلی استفاده می کنن زیاد کار شما مخصوصا مثلا می نویسن همکارا مشتریا ببین اشتباهاتی که هست واقعا مخمسود اول از آدمایی میبینم که مثلا انتظار نداره نداری آره واقعا آره. ناراحت میشن دیگه که دیگه نکردم دیگه یا ببین دیگه کسره خیلی اون اون بدتره اون از من, از من خودم باز موقعاتی میکنم ولی ولی میدونم راه درسته چی شده شد یه کارون داد دیگه. آره که اگه بتونی با است تموم کنی جون ولی شما دارو... اگه اسمانی باشی چه خونه اشتباه نمی نویسی بگید شما ولی زبط تا عمر داری آره زبط <laughs> این یه قسمت اوورتینگ هم داره به نظرم یعنی وقتی میرسی به اون کلمه شروع میکنی یک بار نگاش میکنی دیگه میدونی که کی من برای دو من اینجوریه جوری... و هی hey! شک میکنم تو خودم مثلا نه خب قبلش میتونی یه سرچ بزنی و میدونی اشتباه چ... همیشه که مشکلش اینه که تو اگه گوگل هم بزنیم دو, این دو... میاره تا با اون روش غلط نوشتن اثباتش کرده برای همین آره هیچ وقت اون بعضی موقع شده که به من به خاطر اینکه خیلی آدم ها رو جاج میکنم که غلط می خودم برای اینکه مثلا حواسم باشه غلط نمیسم اینا یه جمله فارسی که میخوام بنویسم سه هزار بار تو گوگل میزنم <تصفح> و اصلا آقار. عوض میکنم جملات به خاطر که مطمئن نیستم چجوری نوشته میشه و حسده دارم کلمه آره اون کلمه کامل میزنم کلمه خودش زاویه شما عجیب نیست مثلا بچی انگش انگاه شما نشستی رو به اون بعد ما واقعا رو به اون ما به زور میکنیم با شما ما دوربین فرد آره هم دوربین بعد بشینید ولی <applause> اون دل ها اونه ها؟ آره ها. نه نه من چه این رنگی هم نوره اینجوریه تقصی خودم نیست من چک میکنم و بعضی اونقام اشتماع می و خیلی خجالت میکشم ولی خب حالا این بانون اسپانیا بگید بانون اسپانیا بگید بانون بگو خود بگو نه بگو تو ببین مثلا اسپانیا وقتی سینه واقعی تره یه چیز میذارن اونطوری در مثلا میگی علی پسری خوبی است پس اونو میتونی بگی علی پسر خوبیه و بله. یه هه چسبان آخر بهش به چسبونی ولی مثلا حتی مثلا این چه رنگی است این چه رنگیه آره هه میاد میتونیم تاش بله. بزرن. اون هه اگه من یه بده باید بذاری ولی موقع مضاف مضاف الیه شما نباید بذاری اونو یعنی مثلا کتاب خوب دیگه هه نداره اسمانیش نمیتونی کتاب خوب آره ولی خب میشه کتاب خوب پس اون هه نمیخواد کتاب خوبه آره خوبه است باز اونجوری میتونی کتاب بذاری کتاب خوبه ولی نمیتونی کتاب است خوبه است شما هر موقع اس تونستید بذارید یعنی که هی چیز نتونی بذاری کسر است یه چیزی چند پیش برات فرستادم یا نه توی اینستاگرام دیده بودم یا نه شد یه جمله رو به صورت یه داستان یا روایت کرده بود به صورت اسفانی که یا رو اومده پارچه خریده است برده است دوخته از آره, او آره اون معروفه او عرق کرده است آره اون مثلا است میگه از رنگش خوشم نایمده است اینستاگرام که من فقط واسه ایمان دارم. وای استی هاکینگ براتون میفرستم می دیگه هاکینگا رو دارم میفرستم آره ولی تو لیت از اول باید میفرستادی ببخشید ما. حالا دیگه متاسفانه آخه نشد نبودیم یعنی <تصفح> نبودیم <تصفح> نه آخه اون لحظه‌ای که رو شده بود با من با ایمان بودم بعد یه ما آشنا میشدیم آره ولی از رسیدم خونه میشه اون استیون هاکینگ رسیدم خونه شروع کردم به چیز کردن میماش از توییتر میاد بیشتر آها قبلا بعد میرسه به اینستاگرام چون دیدم خیلی اون آره نه همه چیزای سمی که تو توییتر <applause> اصلا آقا دیگه تلفن جواب دادن میانه <تصفيق> دارن <applause> <موم> میذارن <زغن>. صد <applause> از راحتی رسیدیم تو خود نه در کنید تلفن کشید جواب داد در کنید ای بابا عجب واقعا با باقا وحشه واسه با موقع واقعا باقا وحشه اینجا چه خبر چند روزه که ما الان این رو بگم یه اعترافی بکنم ما اپیزود قبلی که شما شنیدین رو چند روز پیش ضبط کردیم دو سه روز این اپیزود که داریم میشنوین چند روز بعدشه ضبط شده ولی خب شما هفته بعد داریم میشنوین برای همین اگر که اونقدر ما اتفاقاتی عجیبی تو زندگی اون تو این چند روز اه... احساس میکنم که قابل درک چه اه... خبر هفته بید. تو این چند روز کار کردین کار خاصی کردین یا نه هنوز تو این, این چند سفت نشستیم سردمون نشه آره یه برم. سرما و بوران عجیب اتفاق افتاد توی چند روز گذشته و وشن. واقعا بوران بود ام. به من تا من همچین چیزی تا به حال نیده بودم تو ونکوور چه جوری بود به برف داشت افقی میباری از همه جهت میزد آره بعد برف نمیشست رو زمین باد میومد هر چی رو زمین بودم بلند میکرد اصلا یه چیز عجیب غریبی بود نه خیلی کم بارید ها مدت زمانی که برای دو ساعتی ساعت, ساعت. را... ساعت دو ساعت برای بود. آره. چون خیلی دما پایین بود نشه آره و اینکه شهر اصلا آماده از قرب بود آفتابی باشه اون روز صبحش آفتاب آفتاب <تصف> اصلا همون لحظه که داشت برف می اومد بود آپدیت آبتیک نبود نه اپو چک میکردی نمیزد داره برف میاد گرگ داشته بچه میذاشته چی؟ گرگ داشته بچه میذاشته مثلا این که این با کدوم زه هست؟ دالزاله دال زاده ولی اگه بچه رو ادا میکرده با رزه خب بعیده عجیبه صحبت هایی که داریم میکنیم ولی خیلی از یه هفته پیش میگفتن که قراره بره دمای منهای چهارده و اینا من باورم نمیشه اصلا تو رخ ونکور نمیدیدن منفی چهارده این سردترین یکی کتابه با من تا حالا تجربه من منفی یازده دیدن حالا بیرون شهر رو اینا دیده دیده بیرون شهر رو نه توی ونکوور آره. منفی 11 2008 من دیده بودم همون سالی که اومدیم بعدش هم دیگه نیدید آره ولی خب یه جورایی هم الان اون کاناداییه که مثلا ما قبل اینکه ما مهاجرت کنیم یه همچین چیزی تو ذهنمون بود که کانادا کلا قرار شما بوده دیگه تو ذهنتون دیگه آره میگم الان <applause> اون تورنتو اون چیزی که ببین اون چیزی, <applause> بمی... اون چیزی <تصفح> که به ما میگفتن اون مثلا جاهای خیلی عجیبه واقعا همه جا به جز بی سی اون جوریه دیگه وینیپگ <applause> وینیپگ الان سر همه جا سر شهر همه جا به غیر از ونکوور چون که ویسلر یه ذره بری بالاتر هم اونطوری پمبرتون به بعدم دیگه همه جا به جز جنوب بی سی پایینم بری همینطوریه دیگه آره پایین نه اون کجا سیاتل نه مثل خودمونه نه سیاتل که دیگه هم نیست دیگه مم. پایین کجا پایین کجا بگیم منظورم شق <تصفح> شرق بود ما رو گم کلو هم بری تا هوپ هم بری دیگه الان دیوانه خونه چیز پرینستون مثل اینکه منفی فی و درجه است پرینستون با ما سه ساعت فاصله داره راهندگی منفی چقدر؟ سی پنج فرد چه کریری منفی پنج خیلی عجیبه خود ویسلر منفی بود من من دیده بودم منفی 18 توی ویسلر دیده بودم ولی منفی 24 نه تو اون پنورتون هم که رفتیم بود منفی 16 چ... بود منفی 18 بوفالو بود آره منفی 18 سفر بوفالو دستکش چرا میدونم ولی بوفالو نیست اون بوفالو, یه بوفالو داشت تو مزرعهش دیگه جدی آره, آره. نمیاد Anyways. آره خلاصه ما با یه سرمایه خیلی عجیب غریب تو این چند روز داریم دست و پنجره نرم می‌کنیم هر کسی به نوع خودش ولی خدا رو شکر آره بیرون نیست نه بیرون باشه اوکی؟ هم... نیست من نیست نیست. یه صحنه بد دیدم چی؟ خیلی ناراحت شدم, شدم؟ خوشحال بودم خب خوش من سریال فارگو رو میبینم هر نه که هر سال ولی زمستان... زمستان میشه سریال فارگو رو میبینم سریال فارگو هم یکم تم سرد و تاریکی داره خیلی باحاله من با اینطوری بودم که ایول ونکوور هم اونطوری شده و کم گرفته است و سرد و اینا بعد مثلا یه دو سه ساعت بعدش توی پیاده رو دیدم بنده خدا یه بی خانمان تو تو سشوار گرفته بود از این پریزای هست که شهرداری داره مثلا به درخت بسته به گوشه خیابون هست زده بود و با یه سیم سیار رو دو تا سشوار گرفته بود به خودش اصلا انقدر برای برای با واقعا چیز خیلی عجیب غریبیه شلتر دید. هست واسهشون یعنی پناهگاه هست ولی خب بازم کیفیت مناسب نداره خیلی خودشم راقب نیستن نیستن وقتا تو اون ها برم همون این راغب بودن است احساس میکنم یعنی چیزی من تا به حال با هیچ کس صحبت نکردم یعنی با این اشخاص گفتگو گفت 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 مستقیمی نداشتم ولی <coughs> مستقیمو دیدی مستقیمی نداشتم ولی از این و اون میشوم که اصلا راقب نیستن که وارد شلتر بشن یعنی تصمیم خودشونه که خارج باشن <coughs> از اون فضای بسته ولی خب آره برای کسایی که شا سفرهایی ندارن خیلی سخته دیگه تو خونه سرد میشه دیگه چه برسه مم. به اینکه بخوای خارج از خونه باشی ما دیروز یکی از پارتای اسب کشیمون بود خدا قفت. و تمام مدتش بیرون بودیم به من از ساعت فکر کنم ده بیرون وایستاده بودم تا فکر کنم مثلا 6 است بعد اومدم خونه شاید دو ساعت طول کشید زیر آب داغ تا گرم بشم خیلی سرد بود آره خطرناکی هم از این سرمایه ممکنه ببین من که همه جون من مثلا بیس لیر اسکی و همه چی پوشیده بودم کلاه و پوشیده بودم کاپشن ولی خب اه... یه ذره سخت بود دیگه ولی خب بهتر از بارونه یعنی من سرما رو رو بارون برمیدارم آره موقعی که بعد آره، میگی خیس که بشی اصلا خیسیه بدن آره سرمای خشک بهتر از سرد مرد من رو فرهاد از کشی تو برف هم تجربه داریم اونم خیلی بده مثلا مثل, مثل بدتر بارون آره صد میگم این که آفتابی آه. بود و سرد بود و من پذیرا بودم تا اینکه میخواست مثلا گرمتر باشه و بارون بیاد یا برف بیاد خیلی بد میشد اسکی نرفتی امسا؟ من نه اصلا نه میشه رفت این هوا؟ باز شده آه. الان آره دیگر من باز شده باشه نه یعنی یخبندونه اینطوری باشه <applause> نمیدونم ببین زیاد خوب نیست یعنی یخ بزنه زیاد خوب نیست میگن که بعد روی فرش پاودر بری دیگه ولی... اگه نه خب الان بالا برف میاد دیگه آه. برف بیاد حال میده خیلی به که دماغ... آفتابه یعنی اگر که آه. اون بالا ممکن... آفتابه نه بابا کوه کوهو میبینی دیگه وقتی کوهو میبینی یعنی آفتاب حالا پشت نمیدونم ولی آره خیلی خیلی عجب غریب بود ببین اینا یه جایی که داشت اصلا بکشی میکردیم یه تعداد زیادی پله داره اینا یه پیانو رو مثل کره آوردن پایین ببین یعنی اینا را ببین راحت ترین پیس فرنیچری که آوردن پیانو بود یورو مثل پیانو. کره اینو دو تا, دو تا چوب تور گذاشت زیرش با پله آوردش پایین اصلا پشمام ریخته بود از جلو یک و... گرفت یا از چهار نفر گرفته بودنش یعنی هدایتش و میکردن و امن و با چوب روی اسلاید آره اسلایدش کرد مثل کره آوردش پایین با خیلی بال من تا بودم چیزی هم صدمه ندید؟ نه فقط از آزه فایننشالی خودم صدمه دیدی یه صدمه ندید نه با نه خداش خیلی خوب بود خیلی مثبت و خیلی سریع و تمیز و اینا انجام شد اولین مووی بود که من هیچ مشکلی با هیچ چیش نداشتم واقعا یعنی با اون کمپانی مانا. که اومد ها. هم, هم خارجی بودن هم, هم خوش اخلاق چند نفر خواستیم دست بزنیم یارو میگفت نه نه ایتس مای دی یو نید تو ریلکس گفتم اوکی بود دمت گرم گفتم مثلا کمکی گفت نه نه یو just مزیدش که get the fuck away from my <applause> محدودم <بارو تصفيق> برو برو, برو تو اسلوی ما رو هم اسلو دام نکنی سعی میکردین وسط اینکه داشتن زحمت میکشیدن بهشون مثلا غذای شیرین غذا بهشون بخ... آب و اینا کردیم کافی تعارف کردیم اصلا غذا رو آخر بهشون داریم ولی هیچ چی نمیخواستن یا رو هیچی ببین یه جامعیکایی بود فرزا ببین اصلا واقعا سرو سر میکردم و برمیگردوندم یه یه مبلی رو رپ کرده بود رفته بود خیلی باحال بود خیلی جالب بود دیدن یارو ما اولین مووی امید. که داشتیم داره. ما اولین اسباب کشی که داشتیم همین بود دیگه تو ذهنیت ایران که مثلا یه غذای یه چیزی آماده میکردیم حالا یا با هم میخوریم یا میدادیم به عزیزان اینجا همین پلن پیاده که مثلا مامان من یه سری غذا واسه این عزیزان آماده کرده بودن پختن بعد اینا رو گذاشتیم و اینا دیدیم مثلا لب نزدن یکی از اولین فرهنگی کانادا بود ببخش من یه <applause> پای دارم پارکینگ هم اضافه میکنم بر. بچه هفته پیش هفته پیش که چند روز پیش جریمه شدن <تصفيق> <تصفيق> <artistic> <بزیار>. <تصفيق> <تصفيق> من <تصفيق> <تصفيق> 46 دولا جریمه شدم اشتباه خودم بود دیگه من سه فکر میکردم که تا ساعت نه باید پرداخت بکنم بعد از زندگی نه تنها نداره بچه مستقیم میزن نه من اومدم شیک زدم تا نه گفتم دیگه پولو دادم دیگه نه هفت دقیقه زده بود زده بود, بود. به سلامتی این موضوعی که فرهاد گفت در مورد سرما اینا من همین امروز صبح داشتم می این گرم کنه تو فرمونم و زدم سرد این نه حالا گوش بده بعد فرمونه اینجوری نیست که کلش گرم بشه فقط دو قسمت مثلا چپ و راستش گرم کلش رو بزنید آره حالا بعد من اصابم خورد شده بودی چون وقتی میخواستم دور بزنم دستم میرفتم قسمت سرد خیلی عصبانی از مزدا شاکی که بابا همین حرفی که کارون گفت رو میزدید و سر این یه تیکه سرمو <applause> کلی داشتم با خودم در واقع چلنجا. با ماشین و فلان بعد از رد شدم دیدم یه سری وایس دادن منتظر اتوبوس همونجا همون گفتم خفشو به خودم یعنی یه احترامی کردم و لازم بود خودت مهرمون باش. باش جالبه منتظر بودم شایان ذکر رو به کار ببرم تو <applause> میتونستم اینجا فرمون داری جاد کلش یا قسمتایشه والله زیاد دقت نکردم ولی فکر کنم کلش توی ماشین بیست نه خیلی از ماشینا تو ماشین دیگه گرم دیگه نه بابا خب من تو ماشین شما سرد دیگه مثل چوب قبل بزنین گرم ماشین دیگه نه ماشین ما مثل چوب تو مگه تو پارکینگ نیست ماشینه پارکینگ منفی 1 بود سه طبقه زیر ای. امروز صبح آره فید. من 16 درجه آره من آره من, آره من, من یه. یه طبقه. نه ما سه, ما سه, سه درجه بود. زیر آن به خاطر طبقه دو بودنش شاید آره طبقه. طبقه زیر 16 کرد. اونجا میشه زندگی هست شاید براتون جالب باشه که بدونید امروز فرزاد یه اپیزود آورده شایان ذکر هست اصلاً که آره شایان ذکره که این اتفاق فرخونده رو باید جشن بگیریم بله ما الان مشغول زمین میشه جان فرامیدیم به دخنان گوهربار شما جناب فرزاد شریف الان یعنی به اون مرحله از اپیزود رسیدیم ام آمادگیش نداشتی؟ ام آمادگی با... قبلش مچور شده بگم در مورد این چند روز حرکتی که زدم من پارسال یه جفت کفش خریدم از نیو بالانس مبارک بعد صد پس ده خوب. <laughs> <بروخته> با سود <laughs> ب... ب... من پا مشکل داره حالا شاید بعضی دیده باشن پاهای منو خیلی خیلی صافه یعنی مثلا لغت لخ... لخ... <applause> <applause> پای منو ببینی من نگران این شکل قشنگی نداره اینقدر صافه مثلا شکل پای انسان نیست خلاصه بعد من مثلا مثلا یاد چیز میفتی میخوای من بگم بگم و بوغدار بشه نه حالا ایمان عرق کرد بعد میگم پارسال من این کفش رو که خریدم دیدم بالاخره کفش رویامو پیدا کردم به خاطر اینکه نمیدونستم مثلا کی تو رویا بالانس <applause> آره یه وقتی فات خراب باشه مثلا هی کفش خوب رویا میفهمم چی میگی حالا بعد یعنی مثلا من حتی یه استخونه اضافه دارم کنار پا دیده یه چیزی دارن اینجاشون این کنار آرنجشون مال منم همینجوره تو تکامل ما هنوز آپدیت نکردم فکر کنم باید عکس خودتو بدی بچا بذارم شاید بذارم چون عکسو گرفتم خواهش می کنم عکس پاتون از خودت خود اینقدر عکس دارم از پام حالا اونم میاد شاید من بعد درآمد خوبی بشه خواهش می کنم سعیده این تو هم عکس یه وب سایت هست که عکس یاد میگیره بعد بعد بله نیو رو پیدا کردید بعد و... نوع کفشه اینجوری بود که پهتر بود از مثلا همون همون مدلی بارد. که عادی داره آدمای عادی میتونن بپوشن این پهنه من نمیدونم مثلا همچین کانسپتی هست که واید آره واید و خیلی حال کرده دیگه کفش خیلی خوب بود و تا تا دو سه هفته پیش که کفش یهو شروع کرد پامو اذیت کردن بعد خیلی پام پا درد میگرفت و اینا. من گفتم خب دیگه شاید این عمرش کرده بریم دوباره همون مغازه یه خرید دیگه بکنیم عجب. چون واقعا راضی بودم از کفشه مم. واسه یه مدت طولانی ایشون اینو گفت که بگم به نیت خرید رفتم حالا گوش بده <تصفح> خیلی خوب ما رو میشتازه اصلا اوپن بوکی چما دیگه داره رو میکاره اصلا <تصفح> بگو <تصفح> 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 دیپارتمان فرهاد ولی خب ما آقا چرا به من دارین من تو کیسه چین جلاغ و رو... بعد آقا مثلا آروم اینجا نشی اصلا چرا به من من الان 7 سال کامپیوتر نخریدم ولی آخرین تکنولوژی رو همینجا داشتم گوشی هم همینجا نه یید بابا مرحله بعد تسلا بعد رفتم و خب اون کفشه دیگه دیسکانتینیو شده بود دیگه اونو نمیزدن ولی ورژن جدیدش بود بعد شروع کردم نگاه کردن و اینا یکم اومد کمکم کنه موضوع رو بهش گفتم آقا من خیلی راضی ام و واقعا از طریق قلب میگفتم که دل قلب. بعد گفت که نگران نباش ما چیز میکنیم میریم نگاه میکنیم چقدر پول دادی واسه این کفشه و همون همون مقدار رو بهت گیفت کارت میدیم که تو استفاده کنی واسه کفش بعدیت هیچ مثلا هیچ چیزی دیگه هم نپرسید و اینا بعد دیگه من که کفش جدیدی که خریدی ارزون تر از اون قبلی هم دارم یه سودی هم کردی یه جوراب هم کنارش گرفته بوده با بند کفش جوراب رویه هم 17 دلار نه میتونم ببینم کفش ها الان پوشیدین کفش رو آها نه مصبت شده ببخشه 117 دلار بیشتر دادم روی اون گذاشتم به خاطر اینکه من اون کفش رو تو حراجی خریده بودم هر پول زنده کرد دیگه بعد یه سال آره. قابل تقدیر یه 80 دلاری زنده کرد آره یه آره. دقیقا 80 دلار بهم دادن و, شو. و کفش خیلی خوبیه کفش هم پس گرون شده با این حساب کفش گرون شده و همه چی گرون نایکی قبلا 99 بود الان 145 مینیمومش نه آره منم همین مشکل دارم منم پاهم پهنه من اون استخون کنار شستم یه به آره خاطر اینکه کفش تنگی بپوشی مثل اینکه اتفاق میفته حالا نمیدونم من چه بازه از زمانه تو زندگیم کفش تنگ پوشیدم نه چیز و... ژنتیکی نه و آره ژنتیکی و هست اه... ولی منم هم همیشه دوم... منم هم همیشه با کفش مشکل دارم و دیگه با دردش کنار اومدم دیگه ترجیح میدم کفش گشاد اه... بپوشم ن... نه دیگه کفشی بپوشم ولی درد بگیره دیگه, دیگه. بکشو خوشگلم آره دیگه اون اون سبک زندگی رو برگزیدم آخه میدونی من مشکلم اینه حالا کفش قشنگم میگیرم دو سه بار که بپوشم نابود میشه این چی شده بود <applause> این اینجوری میشه آره دیفور میشه <applause> ولی این میگید اذیت کرده بود واقعا <applause> نمیدونم الان جیده اوکی مشکل نداره آره. خب شاید هم واقعا کنه شد یه پیشنهاد بدم حالا قبلمون بگم که دارم یه جایی رو میرم کنار آفیسمون پیدا کردم تخصصشون پای هستن متخصص های فوت آره پدایتریست بکنم بهشون میگم. که مثلا پاتو مثلا. پاتو آنالیز میکنن و اگه کفی نیاز داشته باشی و اینا خیلی چیزایی ببین همه اینا رو رفتم آره. آخرش همش فراده باور کن ببین من رفتم میری روی چی چی را میری بارده بارده. اسکنش میکنن پرشر پوینت های پاتو در میاره و میره نسبت به اون پرشر پوینت برات قالب میزنه میزن. اصلا تو کفش میزاری من خیلی آن بود برام فکر یه مدت بعد بپوشیم اون تا بریک تا به بشه آخه انقدر درد میگرفت ها مثلا دیسیبل هم میکرد منم دو سه سری داشتم یادم خیلی درد داشت آره حالا برای من اینطوریه که اینشورنس هم پولشو میده یعنی خودم نیاز <تص> <تص> رفتم گرفتم <تص> دو پرم گرفتم هم فکر کنم بعد باز <تص> یادم یادم دم صحبت میکرد ولی انقدر آن کانفرتبل بود نپوشیدم شاید هم حالا این کسی که من رفتم پیشش خوب این کارو انجام نداد ولی مهمه آدم بشه همین منم هم این که قراره برم دو هفته دیگه باشه نوبت دارم بهش گفتم که من دارم این, این کفی ها رو گرفتم مم. و استفاده نمی کنم چون خیلی درد میاد بام آره. و گفت بیار من مثلا نگاه کنم اونا شاید یه تغییراتی بتونم بدم که بهتر بشه حالا اینم به من گفت چی گفت؟ در گوش من گفتش <تصفح> که بیا چیز کن گفتش که بیا اینا رو برای تغییرش میون فلان میگم میگم ولی دیگه اصلا اینقدر هی بای باید بری اونجا وقت بگیری اصلا میبینی به تایمش نمیارزه آدم چقدر مگه زنده است 100 سال بله حالا آپدیتتون میکنم دست درد نکنه خیلی ممنون به عنوان بونس کانتنت بگو دیگه اصلا میخواین امروز دیگه امروز شغل بریم جمع کنم میخواین به عنوان بونس کانتنت من دارم من, من, من کانتنت دارم بگیریم بذاریم من کانتنت دارم چی این چی چی بگیریم بذاریم؟ عکس پاهامون بگیریم بذاریم؟ چهار تا پا رو بذاریم تشخیص بزن پا ما کدوم پا ما بله خیلی سجیبه من با این با توجه توضیحاتی که دادیم با این خانومه که کدوم پای کیه؟ آره هست بود پویز بذار That's funny بگو عکس پامو گرفته بودم که بفرستم با این خانومی که باش اپوینمنت دارم یه کمی عجیب بود یه عالم عکس پا گذاشتم تو ایمیل فرستادم براش بله لطفا این اکس ها رو روی اکانت من بهشون گفتم لطفا عکس ها لیک نشد گفتی من آدمه اینا هستن اونلی فنز منیجر دارن نمیدونم نمیدونی؟ نه چونی میتونی منیجر اونلی فنز یکی بشی؟ با <applause> آقا من اوپلی قبول می کنم با تلاش بخان... ممارس <applause> ببین من داشتم دیروز دیشب با اصد کار و اینا یه دوستم از کلگری چی؟ بگو بگو پیغام داد که داشتیم هم حرف زدیم اینا بحث اونلی شد بعد گفتش که اینجا الان مثلا دو تا با... یکی از همخونه های من و دو تا از کسای دیگه که میشناسم ایرانی و خارجی اونلی فنز دارن خیلی هم اوپنلی هر جا میری میگن و تبلیغ میکنن کیو آر رو میزنن و نه بابا میگفت درآمد خوبی دارن نسبت به شغل شغل شغلی که میخواستن بعد فوق لیسانسشون مثلا برن بگیرن و اینا یه دختر بذار من فقط همینو رو بگم که بچه‌ها بگو بعد یه دختر است به نام امرانت خب این استریمره میشه اونلی فنز داشی داستان نشه نه ایشون از سال 2021 75 میلیون دلار در آوردن از اونلی فنزش قطعش کن دیگه <applause> چه معنی داره تمام شد ملان. دیگه یعنی فکر کنم دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشیم دیگه و اوپنلی اومد استیتمنتشو رو گذاشت گفت فاکی یو آل حالا بگو دارن الان دارن رو دارن عروسکاشو مثلا تویای مختلفو به اسم این بدون که بهش بگن دارن میفروشن بله خب این یه دونه ساکسس استوری دیگه احتمالاً هزار نفر دیگه بودن که 75 دلار هم در نیومد نه ولی خب من از کلگری آپدیت دیشب دارم 75 هم عدد داری لوکال دارن فکر کنم بالای 7 8 تومن در میاره سال چون قبل مهندس مثلا نفت بشه از منیجر چی بود آ منیجر اینطوری مثلا یه شخصی مثل این امور یه ایمان ایما گفت نه ایمان گفت <تصفح> همه جواباشو خودش نمیده یه سری تکست آماده شده هست یه سری اصلا شاید مردن اون پشت دارن جواب میدن اصلا الزاما خانم نیستن یا حالا اگه یک خانوم هم به یا آقای پیغام میده الزاما آقا نی ساپورت داره اون آره ولی, تو فکر میکنی داره, داره با اون آره با چت میکنی. یعنی شاید یه مرد یا یه خانم مخالف اون چیزی که تو فکر میکنی در جواب تو میده ایمان جذب سلام عزیزم چرا ایمان نشسته خب ایستاده میتونه بزنه شروع کنید دیگه دیگه یه بدیم دیگه داستانتون <تصفح> کارون از زیاد... چند صفحه هست؟ نه, نه اینا... این صفحه هاش زود میره یاد یه بار چون آخه نه نه, نه نه یه بره خیلی زود میره خیلی خوب اعتماد نمسون قبل اینکه خواهید نه آقا بابا سری پیش دقیقه همین من بهت گفتم چرا اینقدر ورقات زیاده بعد خیلی سری پیش رفت نه این هم همین جوریه من همیشه با یه ورقه میام من متودم زیاد می نویسم تو پوینت فور می من پاراگراف نوشتم که آره من کل جمله رو نمی نویسم دقیقا تجربه دارید شما بفرمین بفرمین <تصفح> گوش جان فرا می دهیم به گوش <تصفح> <سخنان تصفح> جان, جان اصلا فرا می دهیم این هم میخواید شاید نزیستی شایان گوش جان فرا می دهیم به سخنان گوهردار نمی سپرن گوش جان می سپریم به می سپریم آیاتی چند گوش جان ما می این دفعه من پنج شنبه در واقع روز بعد زبطمون سر کار بودم همین پنج درست شد که هفته پیش شنیدن اینو بله بله بعد یکی از همکارام بهم ایمیل داد که یه سوالی داره ازم بعد ایشون خیلی با تجربه است سینیور دیولوپر ما در واقع و اول که من از داره اینجوری بودم که خب پس این هم کارش به ما گیر کرد و یه حسه حسه بالایی به من دست دادی مثلا اینا ببین ما صد درصد در اون داستان میگیم درست درست خب اینا مثل شما گیر من جواب میدم برو تو صف از این لحاظ که خب این خیلی تجربه داره و مثلا خیلی خفنه من خودم میتونم بگم مثلا تو کار یکی از منتورای منه یکی از مثلا مربیای منه که حالا شاید خودش هم ندونه ولی من خیلی مثلا چیز تو این سال ازش یاد گرفتم و اینا اینکه بیاد از من سوال بپرسه یه ذره برام اینجوری بود که برا خودم اینجا الان نه الان شوخی میکنم بعد حالا <تصحنت> 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 بعد من به خاطر اینکه تو لینکدین دارمش و مثل من هم کارمنده اینجایی که کار میکنم نیست حالت کانترکتره و آره کارمند نیست رو, لینکدین دارم قبلاً هم باش صحبت کرده بودم در مورد پروژه های دیگه که داره کارهای دیگه که انجام میده میدونستم که تازگی رفته توی کمپانی به جنگی که براشون کار کنه کارش خفن بوده گفته آقا من میخوام شریک بشم مثلا تو این کمپانی من کانترکتر دیگه نمیخوام باشم بعد اون کمپانی هم من فالو میکردم رو لینکدین بعد دیده بودم که اون کمپانی مثلا سری یه سری پست هایی که میذاره رو لینکدین یه سری آدمای کله گنده دارن میان کامنت میذارن روش مثلا یه سری از آدما توی کمپانی کارون و خب جالب بود برام که من خبری نمیدونستم ولی مشخص بود داره یه سری اتفاق میفته واسه کمپانی داره میتره کنه بعد این ایمیل رو داد و من گفتم باشه بیا صحبت کنیم بعد آره ذهنیت این بود که خوب این داره الان میتره کنه دیگه یعنی هم تو پروژه ما خوب خیلی موفقه هم اون کمپانیش داره خیلی خوب کار میکنه و اینا اول تماس که گفت مثلا یک کمی داشتیم حال و احوال میکردیم گفت مثلا کریسمس چه جوری بود و اینا من که جوابم دادم گفت نه من زیاد مثلا حالم خوب نیست و مثلا دخترم خیلی مشکلات روحی روانی زیادی داره و خیلی درگیرشیم هر هفته مثلا ترپی های زیاد میره و خیلی واسه کل خانواده تراما شده و اینو به من گفت خب برای من یه چیزی بود که او مثلا این همه که داری از دور طرف رو میبینی که رو لینکدین مثلا موفقیتش و اینا بطن کار رو نمیدونی که مثلا چه اتفاقی واقعا داره میفته تو زندگیش برات جالب نبود که اینقدر راحت اینا شیر میکنن یه, یه چیز شخصی رو آره اینم هم جالبه قبلا هم یه همچین تجربه ای داشتم که یه هو یه همکار یه داستان مثلا شخصی رو میگه اوکی این با این موضوع ببین من تعجب میکنم مثلا مکزیک که بودیم چیز والیبال ساحلی داشتیم بازی میکردیم و با مثلا حالا یه تورنمنتوری بود تیم ما بیرون نشسته بود بعد یکیشو شروع کرده بود آره مثلا گفت مثلا من با خانم اومدم سه تا بچه رو گذاشتیم اونجا یکی اون یکی مثلا با دوست دخترش نشسته بود بعد من دختر بچه می‌خواست این پسر نمی‌خواست فلان حالا ایناش خیلی مهم نبود بعد یکی دیگه از همتیمیان نشسته بود پسر رو زمین یه اینجوری کرد آره ما هم دو ساله داریم تلاش می‌کنیم ولی هنوز موفق نشدیم یهو یه, یه اطلاعات خیلی دیتیل رو به مثلا چهار تا آدمی که همون مثلا پنج دقیقه پیش دیده گفت من من اصلا نیستم که بام شیر بشه اینجور چیزا این این که اصلا به من چه از چه؟ چی آدم مثلا همکار مثلا هر... آره هم... یعنی کسایی که خارج از سیرکل منن دیگه میدونی یعنی سیرکل دوستیامو دارم از اون فراتر اصلا نمیخوام بدونم اصلا من خوش هم باد. هم باد. آره. خوشم میاد اینو میتونم میدونم درک کنم چی میگی که مثلا میگی که آقا من من نمیخواستم اینو بدونم چی به من یه چیز سنگی به اصلا نمیگه کمک کنه فقط نمید... نمید... نمیگه, که کمک بگیره میدونم ولی یه پرشری روی تو میذاره دیگه به عنوان یک شنونده تو خودت تو خودت میذاری شاید ولی اصلا اونجا میگیم ما دو سال تلاش میکنیم یا از ما که کمک قطعا نمیخواد نمیدونه تو ولی خب از اون سمتش هم میتونم درک کنم که مثلا اون حالا همکاره من شاید یه تایم سختی داشته و اینا شاید خواسته اینو شیر کنه حالا شاید کمکی بکنه بش ولی در اینو صحبت کرد حالا اون سوالی که داشت پرسید منم حالا شوخی میکنم اون به خاطر اینکه میدونست من یه مدت زیادی روی اون بخشی از دیتا بیس مثلا کار کردم میدونم دیتا ها کجاست گفت سریعتر به جوابش برس دلیل سوال،, سوال, کردنش از من این بود بعد من کمی در مورد کمپانی شو اینا سوال پرسیدم گفت بذار اسکرین هم گفت شیر کنم یه سری پروداکت هایی که حالا دارم روش کار میکنم و به بد نشون بدم و اینا بعد خب خیلی خفهم بود یعنی مثلا خیلی جلوتر از کل کانادا در تو همین رشته ای که ما هستیم رشته مثلا تکنولوژی بیمارستان و اینا خیلی جلوه و من مثلا دهنم باز مونده بود که خیلی خفنه این چیزا و اینا و تازه می گفت این مثلا یه قسمت کوچیکشه بعد من خب باز تصورم بود که این این همه مثلا تو این کارش موفقه و داره چیزای نوعی ایجاد میکنه میسازه پس یه علاقه پشت این،, این داستان هست بعد از این گفت که خیلی سرم شلوغه مثلا اینقدر کارهای شما هست کار پروژه دیگه هست این کمپانی هست خیلی دارم کار میکنم تو هفته ساعت کاریم خیلی زیاده و منتظرم دو سه سال دیگه بگذره خودش الان 53 4 سه، سه سالش دو سال دیگه بگذره و من بازنشسته بشم و <applause> من بهش گفتم خب من با این چیزی که دارم میبینم از تو با این پروداکت هایی که داری مینویسی با این دیدی که داری فکر نکنم بعد اینکه بازنشستم بشی مثلا دست از کار بکشی فکر کنم بعد بعدنم از این کارا بکن گفت نه اتفاقا من, من منتظرم بازنشسته بشم یه سری کارهای نجاری دارم که میخوام انجام بدم یه سری کارهای حالا فنی اینا تو خونه و مهمتر از اونها میخوام کتاب بنویسم بعد اون هم دوباره یه چیز جدید بود چون تا حالا کسی من مثلا باش صحبت نکرده بودم که بگه من آره برنامه اینه که کتاب بنویسم تو ذهنم یه چیز خیلی یه پروژه خیلی بزرگیه بعد بگم یکی از اطراف اون کتاب نوشته آره بگو گلناس گلناس کتابش مثل اینکه تمام شده تو توییتر نوشته بودش که کتاب چهار سال کار میکرده آره خیلی کار بزرگی قبل از کتاب نوشته من نمیدونستم ولی ام. اینو من تو توی تویتر تازه دیدم و خیلی من... من هم... منم هیچی نمیدونستم و خیلی جذاب بود تبریک میگم تبریک باز دوباره ذهن قضاوت ب... کننده من قضاوت کرد قضاوتگر من اینجوری بود که خب تو کتابی که میخوای برسین احتمالاً تکنیکال یا بیزنسی مم. به خاطر حالا بکراندی که داری و این تو تو این میتینگ یورو اصلا نذاشتی یعنی <applause> نه نه داری اولی که خب نمیشناسی اون قد باش کار کردی ولی آدم جاجی است ولی بعد گفت نه من دو تا داستان ژانر وحشتناک میگن <متصف> وحشت <متصف> وحشت آره تو ذهنمه که هر روزم دارم مثلا تو ذهنم این داستانا رو پیش میبرم و تو هم یکی از کاراکتراش <applause> <applause> تو طی این سالها کلی کلاس نویسندگی و اینام رفتم و اصلا دوست دارم که دو تا این دوتا کتاب بنویسم دوتا کتاب رمان وحشتناک بنویسم بعد دوباره من اینجور بودم ای بابا پس این ما هیچ, هیچ چی نمیشناسیم این شخص اصلا نمیشناسیم کیو اینا بعد اونجا یه تو اون فکر کردم خفن نیستی بعد, <applause> بعد او گفت که آره دوستام حتی به میگن که زندگی نامه خودت هم بنویس چون از نظر اونا زندگی نامه من جالب و اینا بعد من من که خبر نداش گفتم آره حالا اون تو کتابی که نوشتی شاید مثلا دیگه دستت گرم شد و حال کردی نا زندگی نامه خودت هم نوشتی گفت آره ولی من اگه بخوام زندگی نامه بنویسم باید کل خانواده مرده باشن به خاطر اینکه من میخوام یه سری چیزایی از اینا بگم که شاید دوست نداشته باشن یا از این چیزا بعد دوباره من بودم دوباره جاجه <applause> شد نه دیگه جاز نبود دیگه فقط ساکت بودم هی hey, توپ میندخته اینم تو ماشین اینفورمیشن نیست گروال حالا گوش بده بعد گفت آره من ب... اونجا رو بچه که بودم دیگه آره داشت... آخر من خیلی وقت دارم با این کار مثلا 5 6 ساله میشناسمش و پروژه های مختلف با هم کار دوش کردیم میگه همه خانواده من با مرده باشن نه بس اصلا, بست... اصلاً نه آره، چیزی میگه دیگه اصراری هویدا میشه که نباید آره یعنی میگه الان راحت نباید. نیستم بنویسم اگه میخوام مثلا در مورد پدر مادر بنویسم بعد خلاصه به من گفت یه گفت من بچه که بودم بابا مامانم هم همیشه تو سر من میزدن و میگفتن که تو چیزی نمیشی تو هیچی بلد نیستی خیلی مثلا آیکیوت کمه و میگفت ماکسیموم کاری که برای من تعریف میکردن که تو این کار رو میتونی بکنی اینه که بری آشغال رو زمه در آف... نه آشغال در واقع زباله ها رو جمع کنی کارمند شهرداری بشی و بعد <تصفح> من تو <شده> دوباره <تصفح> گفتم اونجا دیگه گفتم من واقعا نمیدونم چی بگم گفت نه چیزی نیاز نیست بگی این داستانیه که حالا دلیلی که دوستای من میگن مثلا داستان زندگی تو بنویس اینه و من نمیخوام بگم بعد دیگه من کلا تماس عجیب بود یه نیم ساعتی بود که همینجور من اطلاعات عجیب غریبی به داده شد و خلاصه تماس تموم شد ولی بعدش میگم انقدر اطلاعات کمی سنگینی به امداد پاشده همی کمی تو خونه را رفتم فکر کردن اینکه اولا چه کار عجیب غریبیه مثلا یه پدر مادر بکنن چون من خودم شخصا تجربهشون نداشتم یه کمی سخت بود برام اینکه تصور کردن این داستان و به این اون خوب یه قضیه که حالا نمیدونم یه کسی مثل صدف خوب میتونه بیاد شاید در موردش صحبت کنه ولی چیزی دیگه که بهش فکر کردم این بود که خب من یه سری پیش داشتم مثلا وقتی که گفت میخوام کتاب بنویسم فکر کردم میخواد یه کتاب تکنیکال بنویسه ولی نه واقعا مثل اینکه علاقش اینه که در مورد یه سری رومان های وحشتناک بنویسه یه داستان های وحشتناک بنویسه و هدفش اینه و اینو بهش فکر کردم که شاید اگه اینجوری خانوادش با شفتار نمی کردن، این نویز رو نمی داختن تو سرش که مثلا تو به هیچ جایی نمیرسی و هیچی نمیشی، شاید واقعا میرفت دنبال اون هدفه که نویسندگی بود از اول و نمی افتاد توی لوپی که خودش گفت گفت من همیشه توی لوپی بودم که بخوام موفق بشم بهترین بشم که به خانوادم ثابت کنم که میتونم و خودش گفت همیشه میخواستم انگشت وسط رو نشون بدم به ما هم بابا بابام که آره من تونستم هم. ولی صرفا این کاری نبوده که شاید عمیقا دوست داشته باشه با اینکه خیلی خفنه تو کارش ها یعنی آره. اصلا آدم عجیبی آره در کل این حالا من اون موقعی هم بوده که داشتم فکر میکردم چه اپیزودی بدم گفتم حالا شاید بد نباشه که به خاطر اینکه اخیرا هم یک کتابی شروع کردم شروع کرده بودم به خوندن گفتم در مورد این صحبت کنم در مورد این هدف و تاثیراتش تو زندگی این اسمه... بعد اون چیز با اون طرف صحبت نکردی چه آدم جالبی بوده نه هنوز ندیگه در موردش میگم پری روز دیگه آره خیلی ونکوور زندگی نمیکنه اگه بیاد حتما من فقط یه بار دیدمش ازش نپرسیدی الان که مثلا اینقدر موفقی چه حسی نسبت به خودت داری به قوله من چون اصلا نمیدونستم قرار این اطلاعات بیاد نمیدونستم هم چجوری ریاکت کنم کاش بپرسی سری اینجوری بود که خودش گفت گفت مثلا من همه این کارهایی که کردم اوت آف سپایت بوده یعنی میخواستم خودم رو ثابت کنم به خانوادم و میگفت من فقط این نویسندگی درست گفت آره فکر کنم سپایت گفتی او دیسپایت آره حالا آره بیشتر خودم دوست دارم بیشتر در این مورد باش صحبت کنم و اگه بیاد آره بپرس تو حس طلا نسبت به خودت چیه یعنی آره. بپرس که میدونی آدم خفنی هستی یا همیشه حس میکنی بهش گفتم بهش گفتم که من خیلی سورپرایزم چون من مثلا همیشه اه... یعنی چون خودش میگفت من خونه به بهم میگفتن آدم آی کمه بعد بهش گفتم من به عنوان همکارت موقعی که کارم خیلی بعضی موقع رپتیتیو میشه اه... تکراری. میشه و مثلا حس میکنم به جای نمیرسم تو این کار وقتی فکر میکنم مثلا تو هستی توی تیم ما که لول مثلا دانشت خیلی زیاده یکی منو خوشحال میکنه که مثلا همچی آدمی هست که <applause> مثلا یه دید خیلی بزرگی داره نسبت به فیلدی که ما توش هستیم میتونم برم خیلی چیز در, در مورد چیزهای تکنیکال یاد بگیرم و من اصلا فکر نمیکردم که مثلا تو همچین بکراندی داری از نظر من خیلی هم برعکسه جاش بود که اینو بهش بگم واقعیتش بود باشید. حالا در مورد این کتابی که داشتم میخوندم که یه جورایی یکم مرتبطه اسم کتاب هست هشت قانون عشق Eight rules, rules, of Love به نویسنده آقای جیشدی که ایشون خودشون رو یک مربی زندگی لایف کوچ معرفی میکنه پادکست های زیادی داره کتاب های زیادی داره و سمینارهای های زیادی هم برگزار میکنه همه جا من خودم قبل اینکه این کتاب بخونم مدیتیشن رو امتحان کرده بودم توی اپلیکیشن کام و خیلی کمک میکرد موقعی که مثلا استرس یا انگزایتی داشته بودم ایشون تو این کتاب بیشتر در مورد مفهوم عشق صحبت میکنه تعریف عشق صحبت میکنه با کمک گرفتن از تجربیات خودش به عنوان این مربی زندگی یا حالا پیس نمیگه به خودش مربی زندگی که هست و اون مفاهیم باستانی یا فلسفی که در قدیم هست اینا رو یه تلفیقی از اینا استفاده میکنه و خیلی خوبم پیامش رو میرسونه من به عنوان کسی که زیاد متاسفانه کتاب نمیخونه و زیاد خوندنم هم سری نیست ولی این کتاب خیلی خوب روون. روونه. و خیلی میتونی بفهمی و ام. پرکتیکاله پرکتیکال هم میشه چی؟ کاربردی کاربردیه مثلا خودش میگه که مثلا شاید شما تو رابطه فکر کنید که خیلی هم در مورد روابط حالا بین دو تا پارتنر صحبت میکنه ولی توش خیلی میتونه اطلاعاتی بگیری که حالا اگه پارتنری هم نداری برات خوبه صرفا نیاز نیست توی رابطه باشی که این کتاب بخونی مثلا موقعی که توی رابطه هستی احساساتی که میاد سمتت که دیگه اون شخص به تو احترام نمیذاره به ارزشات احترام نمیذاره برات وقت نمیذاره یا به نیازات اهمیتی نمیده یا اینکه اون اول رابطه اون اون حسی که هست اون کمستری هست که هست ولی تو مرور زمان از بین میره یا ما حس میکنیم از بین میره یا کلا اصلا تعریف ما از عشق چیه یا اینکه آیا ما بلدیم مثلا عشق بگیریم یا عشق ببرزیم همه اینا رو خیلی خوب و شفاف توضیح میده بدون اینکه مثلا اون فاکتورهای خیلی رومانتیکه که ما حالا از بیرون در مورد عشق بهمون یاد دادن و وارد کنه خیلی شفاف توضیح میده من خیلی پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید دیدید؟ صفحه شما اول, اول خوندی؟ اون... شروع کردی؟ آها اون آقا هم توش بود آه اوکی اوکی اون آقا رو <applause> اون میس نکنم چیزاش آره نه نه قشنگ بود خب بله هم تموم کردی نه 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 اشتباه خیلی حساب نکنه تو بازی با اوراق حالا خیلی اه... چی میگن فهرست وار بخوام این هشت تیتر وار میگن این هشتا قانونو بگم اولیش اینه که با خودتان تنها باشید دو، کارمای خودتان را فراموش نکنید سه، پیش از فکر کردن، احساس کردن یا ابراز عشق آن را تعریف کنید چهار، پارتنر شما حکم راهنمایتان را دارد پنج، هدف اولویت اول است شیش، برد یا باخ را در کنار هم تجربه کنید و هفت، جدای یا بر... ام... نه هفت هفت؟ 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 به هشت ننوشتم اوه این میشه پازل گم شده خب ام... میس کردم الان میگه زیر صندلیتو نگاه کنید هشت تو تو چی چه تو رو واکاری رو هشت هفت جدایی یا بریک آب به معنای شکست شما نیست ببخشید فکر کنم ما این میز رو میز ما رو تکون دادین اوکی ای وای دوربین جا به جا میشه خب آره نه ما اوکی این فکر کنم اوکی فعلا اوکی ببخشید لحظه تنها دلیلی که گفتم هم باید یه جرعه آب بنوشم بله. حالا من به خاطر شد هشت تا بذارید یه لحظه بده نگاه می‌کنم توی همه رجوع کن تمو ترجمه هم زمانم بکن سرد شد بچه ها اینجا بخاری داره زیاد سرد نیست من اومدم روشنش کردم بعده هشتو میگه عشق بورزید و دوباره عشق بورزید و دوباره عشق بورزید آها بله عشق بورزید تا تا اپیزود اکو من وقتی همکارم این داستان زندگیشو گفت یاد اون قانون پنجم که میگه هدف اولویت اول است افتادم چون خیلی تازگی هم خونده بودم هدف اولویت انگلیسی چیه نگاه کن بیا دونه هم... دونه رو قرار توضیح بدی؟ نه فقط همون در مورد هدفه رو میخوام بید. امروز رو پنجیم آها یعنی حقیق حقیق قسمت نیاز دیگه نا. داریم ها نه نه حالا نیاز نیست که حالا همه اینا رو کاور کنم ولی میتونیم ازش بخوایم که این تو بگو حالا تو شروع کن ایشون جوین میکنه تو این قسمت پرپس comes first هدف اولویته اولویت نداره اصلا هدف اول میاد آره یه آره کمی حالا تازه هدف تو باید مشخص, مشخص آره. کنی آره. از دا این قسمت در واقع قانون پنجم که در مورد هدف هست و اینجوری شروع میکنه داستان یه زوجی رو میگه که داشته بهشون همین در مورد زندگی یاد میداده و مهارت های زندگی و یه سوالی رو مطرح میکنه تو اون جلسه میگه که هم از آقا هم از خانم میگه اولویتتون رو به من بگید ستای سه اولویت اول زندگیتون رو به من بگید آقای میگه که اولویت اول من بچه هن. دومیه خانوممه همون خانومی که اونجا نشسته و سوم کار خانم خانوم میگه که اول خودم دوم بچه ها و سوم تو یعنی اون مردی که اونجا نشسته بود و خب آقای زره ناراحت میشه که یعنی چی مثلا تو منو که گذاشته آخر و خودت هم گذاشته اول و یکمی خوشش نمیاد از این اتفاق از این حرفی که خانوم زده ولی خانومه یه جواب از این, از این ترتیب <تصفيق> 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 یه ج... <applause> ج... یه جواب <applause> آره. باید اونجوری باشه آره <مدل> یه جواب میده می ده... می که کل این اپیزود یا حالا این بخش تو جواب این خانومه هست میگه <applause> که من نمیشه. آره واقعا میگه من برای اینکه بتونم مادر خوبی باشم و همسر خوبی باشم برای تو یعنی اولویت دوم و سومم باید مطمئن بشم که بهترین ورژن خودمم کار ولد بوده خانم آره باید, باید رو خودم کار کنم اول تا بتونم مثلا برای شما هم وقت بذارم یا حالا هر چی و میگم این دیگه کل بحث رو میتونه جمع کنه میتونه خلاصه وقتمون هم کافیه بعد میاد آقای جی در مورد یه مفهوم به نام دهارما ده صحبت میکنه ده چی؟ نه ده انگلیسی نیست دی ایچ ای آر ام ای ده هارما. دارما دارما, دارما. دارما. خوب. من چک کردم اینو بهم گفتن چی هست این مفهوم این از آینه هندو میاد و حالا خودش جوری که معنیش کرده نقطه تلاقی علاقه تخصص و کمک حالا سرویس هست من که بیشتر خوندم یه جورایی معنیش میشه که هدف درونی که تو خودت میدونی چیه اون هدفی که دنبالش هستی و درونی میدونی مثلا فلان کار رو دوست داری یا دوست نداری معنیش اون میشه لزوما اگه شما سر یه کاری هستین به این معنی نیست که اون هدف شماست قاعدتا خیلی از فکر کنم اکثر مواقع شاید این اتفاق نیافته ولی اگه خوش شانس باشی ام، که کارت با هدفت یکی باشه خب دیگه اون خیلی عالیه و لزوما هم اون هدف نباید کل زندگی شما رو در بر بگیره یعنی مثلا نیاز نیست که یه هدفی باشه که صبح که پا میشی تا شب همیشه اون باشه فقط شما میتونی هدف دو داشته باشی ولی زندگی خودت هم جنبه های دیگهش پیش بره مثلا حالا یه چند تا مثال بزنیم که مشخص بشه شما یه سرگرمی داری مثلا که حالا انجام میدی شاید یه بازی پادکست درست میکنی. آره پادکست درست می‌کنی شاید دوست داری کار داوطلبانه ای بکنی مثلا توی ارگانی که کمک میکنن به آدمای بی خانمان. شاید دوست داری که پدر یا مادر خوبی باشی شاید مم. اون هدف توه یا اینکه هدفت اینه که یه کسب و کار نوعی را بندازی اینا مثالاییه که هست ولی پوینتی که میگه میگه دوبار گفتم میگه نباید اون اون چیزه یا اون کار مهم, مهم نیست مهم نیست که چرا با سرمون فکر کنم بچا چرا برای چه زنه اومد همین چیزه اومد ولی خدا آمبولانس هم اومد خوب. بگیم بیا تو ها این داره شیفتش عوض میشه خب آره میگه بیشتر سوال باید سر چرایی باشه و با اینکه حالا اون حرف کلیشه ای هست که میگن از این مسیر داری لذت میبری از اون مسیری که بررسی به اون هدفه نه اینکه حالا چیه اون هدف سری لذت ببر حالا در مورد اینکه کلا هدف داشتن کجا به کار ما میاد یه کمی صحبت میکنه تو این بخش جالب بود برای من یه سری تحقیقاتی کردن محققات تو دانشگاه UCLA که نشون میده افرادی که احساسات خوشی یا رضایتشون رو از چیزای بیرونی مثل مثلا پول مم. یا شهرت میگیرن مم. وقتی که آزمایششون می‌کنن می‌بینن که یه سری مارکر توی خونشون هست یه سری نشونه توی خونشون هست که نشون میده که اینا التحاب توی بدنشون بیشتره و التحاب هم خب بیس خیلی از مریضی‌های حالا سرسخته ولی وقتی مقایسه میکنن افرادی که یه سری هدف‌های یه سری احساسات درونی دارن و یه سری هدف‌های عمیق تری دارن اون رو نداره اون مارکر چیزشون کمتره تو خونشون التهاب جالب بود این حالا این داستان هدف داشتن و اینا کاش نه یه روزی بشه که یه آدمو بیاریم که واقعا مثلا داستان بدونه یعنی انقدر خیرتمند باشه که جواب داشته باشه ولی راجع به موضوع ما خودمونم زیاد صحبت کردیم وقتی اه تو مثلا یه هدفی رو برای خود تعیین میکنی ممکنه تا وقتی که بخوای به اون هدف برسی تو خیلی هم انگیزه داشته باشی خب یعنی تمام تمرکزت روی اون باشه که بری به اون هدف برسی ولی این دقیقا باعث میشه که میتونه باعث بشه که زندگی کردن رو فراموش کنی خب مثلا حالا چند تا مثال بزنیم چون فرض کنیم مثلا شما میخواید مهاجرت کنید منتظر که اون کشور مقصد به شما جواب بده مره. وی اون بازه خب آدم ها ممکنه هر کاری که لازم باشه رو انجام بدن ولی خود اون فعل انتظار کشیدنه برای خیلی باعث میشه که اون لحظات رو زندگی نکنن چون همش در واقع تو انگار دارید خوشحالی خودت رو عقب میندازی تا زمانی که به اون هدف برسی منتظری یه جا استارت بشه تازه آره و کل زندگیت میشه اونجا یعنی میگی خب من الان حالا این, این زمان رو باید بگذره که اون اتفاق بیفته که من دیگه خوشحال باشم ولی نکته که اینجوری که آدم زندگی کنه برای طولانی مدت دقیقا وقتی به اونجا میرسی ممکنه به پوچی رو برسی و شروع میکنی برای خودت یه هدف دیگه ای تعیین کردن که دیگه اگه من به اون برسم دیگه اوضاع خوبه و این داستان باعث میشه که توی یه سیکل نامتناهی میافتی که هی داری عقب میندازی در واقع فعل زندگی کردن رو برای میگم کاش مثلا یه آدم خیلی خیردمندی بیاد بهتر از من نه اصلا ماها که هیچی یعنی خیلی خیرت من بیاد مثلا یه 60 سال بیشتر از ما زندگی کرده باشه اینو بلد باشه این بهش باشه این ماینست درست چی باید باشه یعنی چی؟ 60 سال بیشتر از ما که خیلی سنشون زیاده برای اینکه بخون. بحث اون به لازم آخه این مسئله خیلی سخته به مثلا حالا برای م... حالا ماهایی که این مدل زندگی کردیم، که کشور دیگه بودیم، مهاجرت کردیم، اومدیم، خب ما همیشه منتظر یه مرحله بعدی بودیم هیچ وقت وقت نداشتیم که برگردیم به درون خودمون نگاه کنیم حالا فرزاد که داشت صحبت میکرد میگفتش که باید ببینی با هدف درونی سازگاری داره یا نه چقدر چند درصد ماها اصلا توی نقطه از آره. زندگیمون وایستادیم به این فکر کنیم که آقا هدف درونی ما چیه آره. خب این اصلا تو فرهنگ ما نیست یک ما تو فرنگ ایران تو دنیا میای مشخصه باید, باید مثلا حالا بچه خوب نم درس بخونه بعد نم دکتر مهندس نم فلان بشه اصلا طرف فکر نمی کن. آقا مثلا شاید دوست داره بره نجار بشه میخواد بره نمیدونم فوتبالیست بشه اینا خی... معمولا تعریف نشده است خیلی اه... بعد حالا برگردم به اون حرفم حالا ما که مثلا مهاجرت کردیم اومدیم اینجا تازه ممکنه به این نقطه برسی شروع کنی به این فکر که آقا اصلا هدف چی بود یعنی درون من دنبال چیه و خب باز این هدف اگه نقطه ثابتی باشه که تو بهش برسی و تیک بزنی به نظر من این دو مشکل زاه اون اپیزودای معنای زندگی رو که شروع کردیم، من گفتم زندگی هدف محور از معنا توهی میشه بخاطر اینکه اگه ما منتظر برداشت معنا ها من نمیگم مثلا درسته ولی یه هدفی تعیین کنیم که واقعا بشه بهش رسید و یه حالا کرایتریا میگن یه شرایطی رو بتونیم براش تعیین کنیم که بگیم اگه این شرایط در واقع فراهم شده بود من اون هدف رو بهش رسیدم این دقیقا تو داری عقب میندازی زندگی کردن خود هدف فکر کنم باید یه چیز حالا خارجی مووینگ آبجکت باشه یه چیزی باشه که همی... بهش نرسی نامتناهی باشه هی بری دنبالش مثلا خودشناسی آقا من هدفم اینه که خودشناسی داشته باشم یا میدونی یه... یه،, چیزی که تموم نشه چون اگه تموم بشه تو همش منتظری که به اونجا برسی و برسی خب دیگه بعدش رو چیکار کنی حالا این من الان تا بسم الله الرحمن من تا یه قسمت خیلی خوبی توی یه کتابی هست به نام The Mountain Is You الان توی اون <تصفح> <که تصفح> آره هم یه حرف جالب میزد میگفتش که آدمایی که آره عجیب توش یه حرف جالب میگفتش که بعضی وقتا آدما وقتی که با در واقع کاری که دارن میکنن هپی نیستن یه سری و میترسن از اون تغییره که اگر برسن بهش بعدش چی میشه مثلا میگوشه که یه سری آدم‌ها هستن که یک قسمتی از خونشون رو همیشه کثیف می‌ذارن به خاطر که تو وقتی پس ذهنت یه سری کار دیگه داری که اولویت داره هیچ وقت نمیری اون کاری که واقعا باید انجام بدی و انجام بدی نمیخوای که نمیخوای نمی اونو تمومش کنی پس همیشه یه سری کار نصف کاره میذاری که نخوای تمام کنی که به تغییره نرسی مهم. که به این نرسی که او من الان به هدفم رسیدم الان چی می از بعد اون میترسی آره دیگه میگه از دیگه. از, اون از موقعی که به هدفت برسی میترسی برای همین این وقت تمامش نمیکنی اوکی اوکی ام. اینا اون پوچیه رو دیدن آره که تو آره. وقتی این کتاب رو واقعا من خیلی کتاب خفنیه من خیلی برام جذابه کتابه حتما میخوام من یادم اینجا تو دانشگاه که نشسته بودیم تو دانشگاه نشسته با بچه داشتیم صحبت می‌کردیم حالا ما تازه اومده بودیم خب بعد همیشه یه چند نسل قبل تو هستن که زودتر اومدن و مراحل رو رد کردن با یک بچه بود یه چند سالی از ما جلوتر بود مثلا اون حالا مسائلش اینجا گرفته بود و داشت کار می‌کرد بعد اون یهو اینو گفت اون موقع برام خیلی جالب مثلا ما تازه اومدیم چه می‌دونم فکر اینی که آقا مثلا پول نداری اقامتت مشخص نیست من بعد همه این مراحل رو بگذرونم بعد اینجوری گفتش که ببین تو مثلا از اینجا فارغ التحصیل میشی میری کارو درست میگیری نماشی میگیری خونه میگیری بعد یه ها اونجا ممکنه به اینجا برسی که خب بعدش چی من اون آدم مثلا چند وقت پیش دوباره دیدم بعد بهش گفتم که تو این حرف اون موقع مثلا تو دانشگاه من زده بودی خودش یادش نبود ولی این همون داستان هستی تو مثلا یه هدف مشخصی رو بذاری بگی مثلا هدف زندگی من که چون مثلا کار خوبی داشته باشم تو به اونجا ممکنه برسی و بعد ببینی که خب این نبود این چون یه مفهومیه که یه نقطه ثابت ممکنه داشته باشه دست okay. yeah, اوکیه یعنی که اونم نباشه یعنی اینکه بفهمی یه چیزی نبوده به نظر من اصلا همون فهمیدن پروسه بر میگم یه آدمی که مثلا 60 سال بیشتر از ما زندگی کنه همه این چیزهایی که در لحظه فکر کرده نه اینه و رفته دیده اون نیست رو مثلا راجبش با ما صحبت کنه این خیلی میتونه جالب باشه ببین حالا من کتاب این قسمتی کتابی که داشتم می‌خوندم به خصوص یا این اپیزود آماده می‌کردم یاد اون های تو هم افتادم و یادم اون موقع خودم وقتی که حالا داشتی اپیزودا رو میرفتی خیلی برام گنگ بود و هنوزم هست که آقا مثلا هدف اون درونیه چیه ولی حالا یه تفاوتی این کتاب داره این یه کمی میتونیم بگیم سطحی تر اون بحثاه به خاطر اینکه حالا یه سری یه سری ابزار یه سری سوال و اینا رو به تو میدهه که بتونی در درجه اول روابطی که داری با پارتنر تو بتونی پیش ببری مم. و حالا میگم میتونی استفاده کنی آخه ببین داستانی که تو اگه اون به اون محل از خودشناسی نرسیده باشی یعنی خیلی به درونت نگاه نکرده باشی یه دو حالت فرض کنیم فرض کنیم توی یه بازی شما اصلا به درون نگاه نکردی از یه شروع میکنی نگاه کردن این دو تا آدمه ممکنه پارتنرهای مختلفی هم انتخاب کنن اینم خیلی موضوع مهمیه آره آره, آره تو اگه حالا برای من حداقل اینطوریه تا موقعی که من خودم اون شتی که با خودم درست کردم فیگورات نکنم اصلا نمیتونم به کسی دیگه فکر کنم که مثلا برای اونم یعنی یه استانداردی از رابطه رو بتونم پروواید بکنم من اول فکر میکنم که این مسی که وجود داره رو بعد خودم فعلا درگیر خودم تمیزش بکنم یه به یه استانداردی از زندگی برسوش. برسم با خودم و بعد بتونم خودم رو در اختیار بقیه بذارم حالا دیگه تو اون ساکریفایس دیگه تو به با هر کسی که توی رابطه باشی تو همه بذاری انرژی تو بذاری درسته از اون برم تو تمام این امکانات رو میگیری اونم برای تو تایمشو میذاره انرژیشو میذاره درسته ولی تا موقعی که تو نتونی خودت رو در واقع در صد درصد با خودت کانتنت باشی که آقا من آم هپی و من نمیتونی که هدف دیگه ای برای هدف رابطه ای برای خودت تعیین بکنی آره دیگه تو وقتی خودت نشناسی میخوای بری به طرف بگی من کیم وقتی اون هنوز مشخص نباشه برای خودت اون با اون آدم میخوای چیکار کنی و حالا مثلا خود ما تو طول زندگی خودمون چون مثلا اون معیاری که تو دبیرستان داری با معیاری که نمیدونم 20 5 سالگی داری با سی سالگی داری ممکن خیلی فرق آخه امکاناتت هم فرق میکنه یعنی همه تو معیار تو اینم بگم و ببین این که میگی هدف ممکنه به تش برسیم و به پوچی میرسی تو همینطوری که داری زندگی میکنی اول تجربت متفاوت میشه طرز نگاهت به زندگی عوض میشه موقعیت مالیت عوض میشه یعنی این اهدافی که میذاری نسبت به یه حداقل من اینطوری من یه سری لیمیتیشن زندگی رو نگاه میکنم یه سری مثلا میگم خب من الان انقدر پول دارم مثلا یه همچین انقدر وقت دارم بعد انقدر کار بکنم نسبت به اون یه هدفی آدم تو ذهنش تعیین میکنه که فکر کنه برای اون لحظه درسته ولی تو شاید دو سال بعدش تمام این شرایطت فرق بکنه و اون هدفم توی طول این زمانه اه همینطوری شاید تو ناخودآگاه داری به این فکر میکنی که اون حرفی که من اون موقع گذاشتم با این لیمیتیشن ها الان ازت اناف یعنی تا... کافیه برای من یا یعنی اینکه من باید عوضش بکنم خب همین من برای همین میگم اصلا زندگی هدف محور کردم ممکنه درست نباشه ببین اینکه هدف داشته باشی بعد نیست یعنی نه نه من نمی... آره آره حتما آره من نمیگم زندگی با هدف محور باشه ولی میگم که ما به اون هدف به صورتی یه چیز قاطع نگاه نکنیم مطلق نیست آره. اون فلوئد اون ده، آره سیال عوض میشه با تو بزرگ میشه با تو کوچیک میشه شاید با تو خراب میشه دوباره ساخته میشه چی میگم این این هدفه رو ما موقعی که تو ذهنمون میاد یه چیز تنجبلی یه چیزی که بتونید به دستش لمسش. بیاری لمسش بکنیم معمولا تو ذهنمون تصورش میکنیم ولی خیلی وقت‌ها میتونی ببینی که اینطوری نیست اون خراب شدن دوباره ساخته شدن هم خیلی چیز جالبی گفتی الان قربونت درم دیگه ببین اصلا دیگه دور رو گوه داره یه ذره کارو ما رو تحویل میگیره دقیقا آقا بابا <تصح> <شاید> چه <میکن. تصح> نه این چهر سویش من با, با تراپیست هم داشتم صحبت میکردم و سال یه بحث گفتم مثلا من دیگه واقعا در شرف شرایط خیلی افتضاحی بود اما اینا بعد اینجوری بود که نه لازمه یه سری وقت آدم ها نیاز دارن و به اونجا نرسن مثلا اون بناه نریز کامل به Rock هر button. دلیلی ها yeah, راک آره. آره. آره حاضر نیستی که بری مثلا بازنگری کنی آه. اصلا یه وقتی ای این داستانی ای که ما به خاطر الا اون ایگو هر چیزی که حریفشو بکنیم نمیخوایم بپذیریم که اون بنایی که مثلا توی ذهنمون بود نیاز داره بریزه آره این اصلا هیچ اشکالی نداره بریز تو یاره... ولی سخت. یه مدت خیلی زیادی تو تمام تلاش رو میکنی که این نریزه. نریزه, ولی با ریختنش همتون راحت میشین میدونی چی میگم یعنی یه مدت خیلی زیادی تو تمام انرژیت رو میذاری که اون تنها ستونی که وایس وایسی رو عقل کنی که نریزه آره. با اینکه اگه اون دو سال پیش اینو ولش میکردی و میذاشتی میریخت شاید خیلی ولی ریختنش راحت هم راحت نیست نه ریختنش هم یوگو راک تمام بگم. زندگی تمام نگره بزن بزن تغ... ببین این ترس از تغییر دیگه یعنی انسان تمام تلاشش رو میکنه که تغییر پیدا نکنه اون شرایط امنی که تو ذهنت میسازی میخوای هر کاری بکنی که این تغییر نکنه این هم من میفهمم و ترس از تغییر رو همه اصلا توی دی این ایمون فکر کنم ترس از تغییر ترس موجود داره همیشه هم. آره ولی خب بگو ببخشم همینی که میخواست گفتی تقریبا ببخشت. اون موقع آدم خیلی میترسه از اینکه اون چیزی که بهش چسبی میده رو ول کنه مثلا آقا چون تو برای خودت مثلا یه کاراکتری تعریف کردی فکر می‌کنی که تو اون آدمه ای و خیلی صفت جست که نه من نباید خلاف این عمل کنم یا حالا حالا هر در واقع اون حالا هر شرایطی که برای خودت تعریف می‌کنی خیلی سفت و محکم میخوای بهش بچسبی به و این خیلی ترسناکه این فرهاد میگه که گفت خیلی سخته ترسش تا وقتی که انجام نشده ولی وقتی بذاری انجام بشه یعنی چه میدونم مثلا تو توی ذهنت اینه که من بسیار آدم شجاعی ام خب و اصلا نمیخوای بپذیری که نه آقا مثلا شده بترسی توی سری از مثلا. یا من خیلی آدم قوی هم هر سختی بیاد مثلا من میتونم تحمل کنم فلان میترسی که غیر از این راجع خودت فکر کنی چون فکر میکنی مثلا هویت تو توی اون صفت تعریف شده بعد این ترسه باعث میشه که اصلا تو برعکس اون صفت هم اصلا توی اون جا... که ای... توی ذهنت ساختی یعنی یه صباتی هم توی ذهنت میسازی دیگه توی ام. اون شرطی که داری بگو آره اینو حالا اون راجب چیز چند بار اشاره یونگ میگه که شما دوور صفاتو باید داشته باشی مثلا اگه میخوای شجاع باشی باید بپذیری که ترسو هم هستی تو مثلا متمرکز میشی روی اینکه نه من آدم شجاعی هم اتفاقا این باعث میشه که تو ترسو تر باشی چیزی که میخواستم بگم این بود که حالا فرار گفت سخته که آدم رها کنه مثلا اون در واقع مسئله که توی ذهنش از خودش داره. ساخته از زندگی ساخته بذاره بریزه آره سخته ولی وقتی میذاری بریزه اتفاقا یه مقدار راحت‌تر میشه و معناهای جدید برات ایجاد میشه چون تا وقتی که خیلی صفر چسبیدی به یه موضوعی معنای جدید برای تو ایجاد نمیشه وقتی حالت بعد زندگی درست کار نمیکنه یعنی یه معنایی توی زندگیت اشتباه تعریف شده مهم. باید بذاری اون بناه بریزه که معنای جدید برای تو ایجاد بشه این صفتر گفتم تو ما خیلی صفت میچسبیم به اون صفتی یاد یه قسمت از این پادکست هوبرمن لب تو کنم گوش دادی اون داشت توضیح میداد میگو مثلا از بچهتون میخواید تعریف کنید صفت بهش وصل نکنید یعنی نگید مثلا این بچه بچه با پشت کاریه این بچه بچه باهوشیه میگه وقتی به اون آدم اون صفت ها رو میدی اون هویت خودش رو اون حالا من نقل به مضمون میکنم دیگه اون آدم هویت خودش رو توی اون صفت تعریف, میکنه. و اگه جایی از زندگیش باشه که از اون صفت فاصله گرفته باشه مثلا همیشه بهش گفتی باهوشه حالا یه کاری کردی که باهوش نبوده اون اونجا فکر میکنه دیگه شخصیتش رفته زیر سوال و دیگه اصلا اون صفت رو نداره و خیلی بده میگه به جای اینکه صفت نسبت بدیم به آدم فعل نسبت بدیم یعنی بگیم این بچه که این کارو کرد کار هوشمندانه ای کرد توی اون لحظه بهش نمیگی تو همیشه باهوشی و همیشه قرار هوشمندانه عمل کنی اون, رو چیز بکنه. اون کاری که اون لحظه کردی هوشمندانه بود اون کاری که اون لحظه کردی با پشکار بود اون کار قوی بود, قلی بود. ولی اگه پس یه کاری کردی پشکار توش نداشی هیچ چشکاری نداره پس هوش نداشی هیچ چشکاری نداره برگردیم تو زندگی خودمون نگاه کنیم ببینیم از بچگی چه مم. صفاتی رو به ما نسبت دادن و اون وقتایی که ما کاری کردیم که خلاف اون صفته بوده چقدر اضطراب گرفتیم چقدر ترس گرفتیم که او ما الان زیر سوال ضد اون بوده دیگه اون دوگانه آره کارش. به خاطر اینکه صفت نسبت داده شده به ما به جای اینکه فعل نسبت بدن بگن این کاری که کردی اینجوری بود حالا پس فردا کاری که اینجوری نبود هیچ اشکاری نداره چرا؟ تو هنوز انسانی احساس میکنم این چرا احساس میکنم بخاطر ببخشید احساس, میکنم. احساس, میکنم ببخش احساس ما هایجک, هایجک, هایجک دارم میرم دیگه خداحافظ کجا ببین چیزی که احساس میکنم اتفاق میفته موقعی که ام، صفات رو حالا به یه طرفی نسبت میدی اون اون کسی که این رو به تو میگه مثلا میگه تو چقدر باهوشی توی صد درصد زندگیت باد نیست یعنی تو خودت توی زندگی خودت تو خلوت خودت کار احمقانه زیاد میکنی آره. ام. بعد میای اینو میسازی که او من اصلا آدم باهوشی نیستم و هی میترسی که این واقعا بریزه یعنی اون ایمپاستر سیندرومه میاد سراغت اون که احساس میکنی آدمی که داری فقط باهوش رو بازی میکنی و بقیه رو گول زدی و بقیه بر این باورن که بر توی فرادی آره, رو. توی فرادی بیش نیستی آره. این اینم هست بریزه بذارید بریزه واقعا بذارید بریزه درد آره. داره ولی بریزه خیلی درد داره ولی بریزه اینو بعدش میشه کاری کرد چلو هفت دلار جریمه بفرمایید جریمه صفحه دویم تازه برو آخرای دویم خیلی پایین داره نگاه میکنم آره آهان داشتم این تحقیقات رو میگفتم که یه بود توی خونش آره, بود. آره یه،, یه تحقیق دیگه هم بود تو دانشگاه کورنل که به یه گروهی گفتن که ما میخوایم یه دونه اپلیکیشن یا یه دونه شبکه اجتماعی جدید درست کنیم و نیاز داریم که تستش کنیم روی, روی سری افراد و فیدبک بگیریم بعد یه سری گروه، یه گروه میبرن و بهشون میگن یه پروفایل بسازید روی این شبکه اجتماعی جدید و مثلا یه سری پست بذارید و عکس بذارید یه سلفی هم مثلا از خودتون بذارید بعد یه زمانی که میگذره برمیگردن و بهشون میگن مثلا این عکسی که شما آپلود کردید از خودتون این سلفیه چقدر لایک گرفته نسبت به میانگین مثلا همون میانگین لایک رو گرفته یا بالاتر از میانگین بوده یا پایینتر و بعد یه پرسشنامه نامه به اینا میدن که پرسشنامه نامه لول عزت نفس یا اعتماد به نفس اینا رو اندازه گیری میکرد <applause> چیزی که متوجه شدن این بوده که افرادی که یه کمی گم, گم بودن راهشون رو در واقع نمیدونستند از لحاظ اینکه هدف داشته باشن یا نداشته باشن تغییر توی عزت نفس یا اعتماد به نفسشون خیلی بیشتر بوده یعنی اگه بهشون گفتن تو خیلی لایکت نسبت به میانگین لایک کمتری گرفتی خیلی بیشتر عزت نفسشون از دست میدادن یا اگه میگفتن لایکات زیاد شده خیلی بیشتر خوشحال می درونی نبوده آره ولی اون افرادی که یه کمی مسلطتر مثلا یه هدفی داشتن یه هدف عمیقتری داشتن اون تغییر تو عزت نفس و اعتماد به نفسشون هم کمتر بوده ام. بیشتر همون وسط توی رنج نرمال میمونده که اینم جالب بود حالا گفتم این کتاب خیلی رابطه محوره یعنی همه این قانونایی که میگه حالا قانون اولش که خیلی باحال بود من اون که نمیشه با خودتان تنها باشید واقعا به نظرم هر کی که حالا تو رابطه هست یا برنامه داره بره توی رابطه ای و بخونه این کتابو میگه که تو رابطه ما خیلی موقعا اگه تو رابطه هم نیستی میتونید بخونید یعنی آره دقیقا <applause> <متبخ> گفتم آره دیگه آره. می میگه ما تو رابطه بعضی موقعا موقع یه سری موقعیت قرار میگیریم یه سری کارهایی میکنیم برای پارتنرمون که فکر میکنیم اگه بکنیم این معنا اینه که معنای عشق داره یعنی ما داریم اینجوری به اون نشون میدیم که ما براش اهمیت قائلیم در صورتی که صرفا شاید چیزی نباشه که خودمون دوست داشته باشیم خودمون حال کنیم و و اشتباه این و نشون داده که توی تجربه ایشون و کاپل های زیادی رو که دیده خیلی وقتا اون شخصی که مثلا علاقه, خودش خودش یا هدف های خودش رو زیر پا گذاشته به خاطر اون, اون یه شخص دیگه تو رابطه تو دراز مدت خیلی ناراحته و خیلی حس گمراهی میکنه انگار که مثلا به هیچ جایی نرسیده برای همین این ایده رو مطرح میکنه که ما اگه بخوایم تو رابطهمون در درجه اول رابطه رو نگه داریم اون لولی که داره و رشدش بدیم لازمش اینه که هر دو طرف یه سری هدف های مشخص برای خودشون داشته باشن برای خود خودشون این همون حرفیه که اون خانم اول این بخش زد که من اول خودمم و اون هدف رو داشته باشن و, و برای اون هدف خودشون تلاش کنن و اینجوریه که حالا رابطه یا حالا با پارتنرت یا با خونوادت میتونه با کیفیت بهتری پیش بره به خاطر اینکه خودت هم یه ذوق و شوقی داری برای اون, اون هدفی که داری برای تلاش براش تلاش میکنه و یه انگیزه ای داری یه مثالی میزنه در این مورد و اونم این بوده که یه زوجی بودن به نام ایمی و مارکو مارکو یه گیتاریست بوده توی بندی که تازه بنده داشته کارش می‌گرفته و شهرت پیدا میکرده و اینا تور گذاشته بودن که برن شهرهای مختلف اه، موسیقی بزنن بعد به واسطه این کار خب این خیلی وقت نبوده تو خونه یا شاید یکمی کمی هاش به هم میریخته و تایمی که مثل قبل تو خونه باید تو خونه بوده دیگه اونجوری نبوده و دختره ایمی از این قضیه خوشحال نبوده ام. که این حالا میره گیتار میزنه و نیستش و اینا و اینو نشون میداده و بعضی موقع خب آقای مارکو گیتار رو میپیچونده و مثلا می اومده که خونه باشه و وقتی هم که می خونه خود دختره باز احساس بدی میکرده برای اینکه پس این یه کاری کرده بوده که این حالا نتونه اون کاری که دوست داره بکنه در هر حال حالا کمکی که میگیرن از این آقا از این نویسنده به این،, این اینو متوجه میشن که دختر ایمی مثل پسره یه هدفی نداره یه،, یه چیزی نداره که براش تلاش بکنه و این یه خلاییه که باعث میشه که همینجور وقت و مثلا اون اتنشن رو از, از پسر بخواد برای همین بیشتر که باش صحبت می میبینن مثلا نقاشی دوست داره و بعد نقاشی هم خوب بوده و بعد شروع میکنه خودش یه سری کلاس های نقاشی گذاشتن و اون احساسی که قبلا داشته نسبت به این موضوع دیگه نداره چون خودش دیگه سرش گرم اون هدفی بوده که داشته انجام میداده شانس سورده که خیلی سریع متوجه شدن که هدف چیه دیگه من سریع هم نبوده خیلی آره, آره دیگه خیلی سریع, سریع <applause> از چند خط به هدفش رسید ام. و کلا میگه تو پارتنرها زیاد این اتفاق میفته که ام. یه چیزی یه مشکلی هست و بعضی موقع همینه اینه که شاید یکی از این دو نفر یا حتی دو نفرشون هدف مشخصی ندارن برای خودشون یه هدف شخصی ندارن و باعث یه سری مشکلاتی میشه و میگه این اینو بعد باید بهش بپردازیم بعد میاد یه هرمی رو مطرح میکنه برای اینکه مثلا اگه هدفی حالا نداریم یا داریم ولی نمیدونیم از کجا شروع کنیم این میگه این هرم رو دنبال کنیم این اولین هرمی که هرم مازلو نیست بعد از هفت سال توی اپیزود های خود کرد هرم هدف <laughs> اولین لبلش یادگیریه توی مرحله اول یادگیری مرحله پایین ترین لبل, لبل. آزمون و خطا یا حالا تجربه کردن مرحله بعدی پیشرفت مرحله چهارم بعدی مبارزه با چالش ها و آخرم پیروزی دیگه شما وقتی به هدف میرسید یعنی به پیروزی رسید ام باز میگم توی کانتکست حالا رابطه اینو مطرح میکنه و میگه که توی همه این مراحل خیلی مهمه که شما گفتگو کنید با پارتنرتون بگید من الان توی این مرحله هم ام و من الان مرحله پیروزی هم آره <laughs> حالا در پیروزی هم چیز جالب میگه یادگیری میگه اگه شما مثلا یک کاری هست تو ذهنتون که میخواید برید دنبالش ام و هدفتون بشه شاید اینه که خیلی مهمه که در موردش یاد بگیرید و میگه بهترین کار یکی از بهترین کارها اینه که با آدمایی که دارن کارو میکنن حرف بزنید بله. که دقیقا ببینید چیه چه کاری دارن انجام میدن مرحله بعد آزمون و خطا میگه وقتی که دیگه یه مقداری یاد, یاد گرفتید و اینا وقتشی که آزمون رو خطا کنید اون اون, چیزایی که, اون چیزایی که یاد گرفتید امتحان کنید ببینید اصلا چیزی هست که دوست دارید چه قسمت هایی دوست دارید چه قسمت دوست ندارید و اون دوباره یه, یه،, یه،, یه کمی شما رو نزدیک میکنه به هدفتون بعد میگه تو این مرحله میتونید به پارتنرتون هم بگید مثلا من دارم یه همچین چیزی رو تست میکنم برای خودم هم جهده. اگه تو هم دوست داری میتونی بیاد تست کنی ولی اگه اون گفت نه این به این معنی نیست که مثلا اون با تو حال نمیکنه یا خوشش نمیاد از تو یا حالا هر چی تو هم داری نه نه یو به فراد یو جمع شد ایشون میخواستم بگن تست ولی فرمودن تست کنی خب من گفتم من تست جنید نه من به چیزی دیگه داشتم فکر کردم <applause> آره میگه و اگر پارتنرتون گفت من نمیخوام اون چیزی که شما تو میخوای تجربه کنی یا تجربه کنم ناراحت نشید به خاطر که آخرش این هدف توه قرار نیست کسی دیگر زور کنی بیاد کار رو انجام بده اه مرحله بعدی پیشرفته اون مرحله ای که دیگه به خاطر اینکه حالا آزمون خطاها تو کردی آره. افتادی تو پیشرفت دیگه پر من تو مرحله پیشرفت آره دیگه میگه وقتی که خب دیگه تحقیقات تارم... موقع به نتایج نتیجه به تو نمیده آزمون و خطا هم همیشه نتایجش کانسیستن نیست رندومه پس میگه تو این مرحله تو یه سری اقدامات جدیتری اتخاذ میکنی و شایان ذکر است گمش خلازامه نماشی و مثال میزنه مثلا یه کاری رو به صورت جدی قبول میکنی میری یه جا استخدام میشی یا مثلا اون بیزنس که تو ذهنت بوده رو شروعش میکنی یا میری بیزنس خودتو میزنی کار داوطلبانه تو <تص> فکر <Stunden> تو <تص> رو انجام بدی و میگه تو این مرحله خب مرحله که خیلی زمان بره و وقت زیادی میبره از شما باز باید اینو گفتگو بکنی که اگه مثلا این مرحله هستی و چه میدونم یه مهمونی یه فلان حوصله نداری بری بر روی این وقت بذاری خیلی شفاف گفتگو بکنی و بگی من نیاز دارم که الان روی این تمرکز کنم بعدی چی بود مبارزه با چالش خب توی همه این مراحل حتما چالش هایی هست و مطمئنا شاید همون رابطه هم تحت شعار بین تصفیل... این دوتا مونده بودم تحت تحت تصویر تحت تصویر قرار بده جی پی تی بعد و باید دوباره در مورد حالا مشکلات و اینا مسائلی که پیش میاد با پارتنرتون صحبت کنید و راحت در موردش بتونید صحبت کنید و مرحله آخر هم میگه با دهن ما رو سرویس کردی با این هدف اینقدر این هدف. مرحله ای می پارتنری میگه یه روز میگی پیش رفتم یه روز میگی چالش می از دارم الان من احساسم که نمیخوام آقا هدف بود که تو رو نخوام حالا من تو پیروزی هم خدا آره پیروزی هم جالب بود حالا کارونم اول حرفو گفت که اون پیروزی خیلی تایمش کمه یعنی این همه که وقت میذاری روی این همه این مراحل خب رسیدیم تمام شد دیگه وقتی میرسی به پیروزی مثلا میگه پوچ آره بعد برای همین هم خیلی همیشه میگه که مهمه که تو اون چهار مرحله خیلی مثلا لیم اومدم بگم خدا رو شکر کنم به پیروزی میتونی تاکسی سواشی بریم به شریعتی خب داری چون تو اسفان پیروزی شریعتی داریم یاد یادتون اوایل که تازه داشتیم شروع میکنیم رفت خونه اون ایمان این رو ضبط کنیم که فرق نمیذاشی یه جمله با اون اولیات من یه موضوع رفت نه تو چیزای تمرینی بود چی بود چرا هرچی که خوب زود تمام میشه برده. این همین بینم برمیگشت یعنی ما از اون موقع دست... اپیزود یکمون بود شد. آره خیلی آره داری... تو در مورد چیز رفتی تصادف رفتیم آره نه شور یه میدونم چی داریم در این مورد حرف چرا نه. هر چی که خوب من اون موقع حرفم بود, موجه بود موجه که آقا مثلا میشه. چرا این چیزای خوب آره رو میگفت آره, آره. صحبت راجع این بودش که چرا مثلا حالا یه حالا فعل لذت بخشی انجام بدی هر چیزی کسی تجربه لذت بخش این زود تموم میشه یعنی نمیمونه با حالی. بعد ما اون موقع استارت پوچی رو زده بودیم یعنی بعد رسیدیم به اینجا که آقا کاشته شده بود زندگی هدف محور پوچه و بعد به اینجا رسیدیم که درد عمیق لذت عمیق نیست یعنی حالا مخالف بودم با از این پروسه‌ای که اومدید راضی دیگه از بله چرا من یه ساعت انگیزشی میتونم بکنم صبح یه ویدیو انگیزشی دیدم خیلی فقط اینو بگم آه. یک ساعت و نیم شده و سری باید رفتش کنیم آه. آخه ما چون همیشه این رو مسخره میکردیم باید یه دور صحبت کنیم اینا بعد در مورد صحبت کنیم بعدا ولی خب آره چون خیلی چیزایی که مسخره میکردیم و تازه این سیزن داریم بهشون برمیگردیم و میگیم مهمه این بگو چیز راجبه نه تئوری یا پارادوکس ماشین قرمزه خب بله جواره پارادوکس شما هم هممون شنیدین نه بگو ولی نشیدن. بگو نشیدن. من من بگو چرا شنیدین بگو تو اینستاگرام تو دیدی دیگه من دیدی یه خانومه داشت تو آره. دو دیگه من اونو یه ما پیش فرستادم تو خودکاست نه بابا آره فدات شد آره اینا رو میگم ما چون همیشه اسخره میکردیم الان باید معتک الان شما صبر خب رانندگی کردید اومدید میگه که ماشین قرمز دیدید یا نه بعد هم میگید نه بعد میگه می که و در صورتی قطعا ماشین قرمز بوده حالا من اگه به تو بگم اگه پنج هر ماشین قرمزی که میبینی مثلا یادت باشه من 50 دلار بهت میدم چی میگه تو میری تو خیابون دنبال ماشین قرمز میگردی بله میگه فرصت ها هم همین جوری هن. مم. شما اگه ذهنتون دنبال <تصفح> این باشه فرصت تو خیابون پیدا کردم. که رامیری همینجوری بو میکشی فرصت و بهش خیلی همینطورن دیگه آره این حالا با نه دیگه ادامهش نمیشه گفت حالا بعد خوبه که خودمون میدونیم که شما چون صفحه چندی؟ نه من فکر کردم بحث زیادی میخوای بکنیم فکر کردم واقعا یه پارادوکس نه دیگه پارادوکس انگیزشیه دیگه منتظر پاکتش بود پاکت ما رو بدی دو ها اصلا آخرش که تمام میشه میذاره دو دو تا <applause> پاکت بره آقا خب... سرد شده آه. من خیلی این گوشه سردمه بگید خب نمیرم <applause> اه... برات نه دیگه این تقریبا آخرشه حالا قسمت آخرم همین پنج تا مرحله رو میگه شما هم باید قائل باشید واسه پارت طرف ما یعنی زنگ زد گفت ده ده ده. من تو مرحله پیش چالشم نگه با مثلا سایدی ما رو با چالش آره و بگی چالش بیار من با موژه تمیز کنم برات آره حالا <تصفح. ichi> <applause> موژه نشد با آره ولی نه شد دیگه <Natural Freud> تشکر ویژه بکنیم از فرزاد برای این بس. که بعد از سالها یه اپیزود آورد اپیزود, ها اپیزود ها مفیدی بود خیلی دیگه از ما هفت داشتیم که... برای گفتن یعنی آره جالب دیم. بقید از فرها دیگه فرهاد که اون وقت فقط نشسته هر یه رو بیمیم از سردمه فرزاد واقعا سردمه فقط حضور به هم میرسونه آره ما توی مدت یه ذره چون الان مشغول زمه فرزادی مشغول ببخشید ما توی مدت یه ذره درگی بودیم یه ذره اپیزودامون عقب و شد ولی خب فکر کنم دیگه الان چون تحتیلی ها تمام شده و زندگی ها مجبور شدیم برگردیم به حالت زندگی ها دیمون این بتونه رو روال معمول خودش ام، یه امید. کنم با بچه‌ای که تو تلگرام من اونجا خی... اصلا مثلا دیگه نمیشه دیگه من یعنی تشکر رو ازتون میکنم ولی واقعا نمیشه بیا خوند اون مسیجا رو داشتن اسم ما رو هی اسم منو آره نمیدونم چرا شد و 4300 پیغام نخوند من 5900 بود اون روزی که رفتم من الان تو ببینی من برم نگاه کنم عدد کم شده نه هر دیوایسی فرق میکنه و اصلا من که دوستان عزیز من تا گردن تو اسباب کشی آره یه ذره زر... نیک یه ذره اینجا آره یه ذره درگیر بودیم ولی امیدواریم که باز. برگره بره روال عادیش یه زندگیمون زندگی همون. ام... بورینگ تر بشه قول معروف ام... همین که بتونیم در خطب. من دیگه حرفی ندارم باشه برای بعدا دمتون گرم دوشن. که تا اینجا با من هم بودیم, هم بودیم؟ مرسی. مرسی. عشق منید فعلا خدافز خدافز زن زندگی ازت